برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. اسدی هستم، به اتفاق دوستان عزیز و همکاران خوب و هنرمندم، نوازنده تنبک احمد نازنین و نوازنده کیبورد تورج احراری عزیز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های موزیک تایم. من عذرخواهی می‌کنم از کارگردان محترم برنامه، یه لحظه من حواسم نبود که اومده بودیم رو ایر. خب اینم نمک‌های برنامه زنده است. امیدوارم که سال نو رو خیلی خوب آغاز کرده باشین و تا الان که فکر میکنم 21-22 روز از سال جدید گذشته، روزها و لحظات و ساعات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و از این به بعد هم ساعات و دقایق خوبی رو سپری بکنید و روزهای پر از خیر و برکت و سلامتی در پیش رو داشته باشین. عزیزان، هفته گذشته ما در خدمتون نبودیم. این هفته مجدداً من و دو تا دیگه از دوستان عزیزم در خدمتون هستیم. لئون نازنین فکر می‌کنم دوباره براش مشکلی پیش اومده، مشکل کاری، برای همین نیومده. خب اینجا بهش سلام می‌کنیم آقا لئونو، امیدواریم که هر جا هست خوب باشه. آهنگ‌های درخواستی این هفته متفاوته از تمام خواننده‌هاست. اول از همه یه آهنگ زیبا از استاد بزرگوار گلپای نازنین میخوام براتون اجرا بکنم که این آهنگو یکی از عزیزانمون از سن هوزه درخواست کرده بودن و یه عزیز دیگه ای از لس آنجلس تماس گرفته بودن که این آهنگو درخواست کرده بودن. چندین بار ما هم به قولمون عمل میکنیم و آهنگ زیبای موی سپید گلپای نازنین رو براتون اجرا میکنیم. دیدم
میونی کنه تا آدم ساس جوونی کنه اش باید خودم میونی کنه تا آدم ساس جوونی کنه خب عزیزان، امیدوارم که از این آهنگ زیبای موی سپید یا آهنگ پرخاطره برای همه نسلا، باور کنید یا آهنگ پرخاطره است واسه همه نسلا. من یه دوست جوونی دارم که ایشون 23-24 سالشه. یه روزی این آهنگ رو من داشتم زمزمه میکردم، بعد برگشت گفتش که این آهنگ گلپا انقدر قشنگه که فرقی نمی‌کنه چه سنی باشی. موقعی که آدم اولین موی سفید رو
تو سرش میبینه یاد این آهنگ گلپای نازنین میفته. خب هفته های دو هفته پیش بود فکر میکنم یه عزیز نازنین، یه بیننده عزیزی تماس گرفته بود با من و ایشون فرموده بود که چرا وقتی که آهنگ ها رو میخونین نمیگین که از کیه. عزیز مهربونم، فکر میکنم شما وسط آهنگ برنامه رو دیدی یا اینکه متوجه نشدی اولش. من همیشه هر آهنگی رو که از هر کسی میخونم حتما اسمش رو میارم. حالا بعضی وقتا یا اکثر اوقات من آهنگساز و دیگه نوازنده هاشون رو نمیگم، ولی خواننده آهنگ رو 100% میگم. گاهی وقتا میشه چون که آهنگ خیلی معروفه و چون یه بار دیگه مثلا هفته قبلش یا دو هفته قبلش اجرا کردیم، بعد دوباره خواستنش و درخواست داشتن که دوباره تکرار بکنیم، گاهی وقتا میشه که منم انسانم، گاهی وقتا یادم میره. مثلا آهنگ فکر میکنم امید جانم بود. امید جانم رو من فکر میکنم چند دفعه تا حالا اجرا کردم، چون این آهنگ خیلی زیباست و مردمم این آهنگ رو دوست دارن، درخواست زیاد میشه واسش. من هم بارها و بارها اعلام کردم که امید جانم رو سرکار خانم نازنین دلکش خوندن. من همیشه سعی میکنم به همه خواننده ها، به همه پیشکسوت ها احترام بذارم، همیشه هم یادشون رو، اونایی که از دنیا رفتن یادشون رو و خاطراتشون رو زنده نگه میدارم و اونایی هم که هستن براشون آرزوی سلامتی میکنم و بهشون ادای احترام میکنم، اسم همرم میارم بدون استثنا. حتی بعضی از خواننده ها هستن که آهنگ هایی رو خوندن که بعضی ها دوست ندارن که اسماشون گفته بشه، ولی من اسم اونا رو هم باز میگم. عزیزم چشم، از این به بعد دقت میکنم همه شعرهایی رو که میخونم اسم خواننده هاشو بگم و چشم، از این به بعد دقت میکنم که سراینده ترانه و آهنگساز هم پیدا بکنم ببینم کی بوده و اون هم خدمتتون عرض بکنم. خیلی متشکرم که برنامه ما رو نگاه میکنین، خیلی متشکرم که انقدر دقت دارین. من ابدا که ناراحت نمیشم، خوشحالم میشم، ازتون تشکر میکنم که انقدر به برنامه ما دقت میکنین و انقدر ما رو دوست دارین که میخوایم برنامه‌مون پرفکت باشه، عالی باشه. و ممنونم از همه اون عزیزانی که تو این مدت تماس گرفتن با من، حالم رو جویا شدن. ممنونم از همه اون عزیزانی که لطف داشتن به ما، محبت داشتن، تماس میگیرن، تعریف میکنن. خیلی متشکرم از لطفتون، به خدا من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم، انقدر لطف شما زیاده به ما که من به خدا نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که از ته دلم، از صمیم قلبم از همه شما ممنون و متشکرم. امیدوارم که همه شما عزیزانم سلامت و شاد و موفق و پیروز باشیم. خب یه آهنگ زیبای دیگه میخوام براتون اجرا بکنم. اجازه بدیم از تورج نازنین بپرسم. تورج جان، سپیده دم. خب آهنگ زیبای سپیده دم، این آهنگ رو مهستی نازنین خونده بودن. فکر میکنم جواد یساری عزیزم یه بار این آهنگ رو خوندن، درست میگم؟ فکر میکنم دو تا خواننده دیگه هم این آهنگ رو خوندن، ولی من به همین دو نفر بسنده میکنم. اگر موافق باشین بریم آهنگ سپیده دم رو براتون اجرا کنیم. دانیم ما برای گفتن هرچی که بود بین ما
برام نیست دیگه جای موندن، من میرم زندگی تو بیرون، یادت باشه خونمو کردی بیرون، خونمو کردی بیرون.
مرسی مرسی مرسی، خیلی متشکرم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه و همدل بودین و برنامه ما رو نگاه کردین. عزیزان، میخواستم از همتون تشکر کنم بابت دو تا چیز. اول اینکه انقدر خوب و مهربونین، انقدر عزیز و همدلین که ما رو همراهی کردین، هم توی چهارشنبه سوری، برنامه‌ای که تلویزیون رویال تایم تیوی داشت. خیلی متشکرم از لطف تک تک شما عزیزان که تشریف آوردین تو برنامه چهارشنبه سوری. و دوم خیلی متشکر و ممنون از همه شما عزیزان که برنامه 13 به در تلویزیون رویال تایم تیوی رو ساپورت کردین، اومدین دور هم. مطمئنم که بهتون خیلی خوش گذشته. من متاسفانه سعادت نداشتم که بیام، ولی از اونایی که اومده بودن شنیدم که خیلی خیلی خوب بوده برنامه، مردم خیلی بهشون خوش گذشته، زدن، رقصیدن، خوندن، 13 شون رو به در کردن. امیدوارم که بقیه برنامه های دیگه هم با ما همراه باشین، ما رو ساپورت بکنین. امیدوارم که هر وقت که ما برنامه داریم شما عزیزان رو، روی ماه شما عزیزان رو تو برنامه هامون ببینیم، تک تکتون رو. فکر نکنید که ما یادمون میره چهره های شما رو، نه به خدا. وقتی که شما رو میبینیم تو برنامه های مختلف، دونه دونه تون به خاطرمون هستی. از همینجا یک بار دیگه از همتون تشکر میکنم، خیلی ممنون که ما رو ساپورت کردین و ازتون تقاضا میکنم باز هم به ما منت بذارید، محبت کنید و ما رو ساپورت بکنید. خیلی ممنونم. خب تورا جان، چه آهنگی رو؟ گل گلدون. خب یه آهنگ غری میخواییم براتون اجرا کنیم به اسم گل گلدون از شهرام سلطی نازنین. نمیذارم دیگه از من جداشی، آخه میمیرم.
دلم نباشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی. بیا در رزق جونم، بیا ای مهربونم که قدر تو میدونم. خدا نکنه خدا نکنه که روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی. عزیزان، امیدوارم که از این آهنگ زیبای گل گلدون از شهرام سلطی نازنین لذت برده باشین و امیدوارم که رقصیده باشین. رقصیدین؟ هر کی رقصیده به من بعدم بگه. چند تا آهنگ دیگه امروز آماده کردیم براتون. ای جونم دیگه اصفهان هم میخونیم. میخوای یه دونه آهنگ از سعید بود، میخوای اونو بخونی؟ منو دیدی یا تو مثل گلی، کدومش؟ ها؟
همستگلی یا منو دیدی، هر کدومش که شما میگی. خیلی خب منو دیدی رو میزنی. آهنگ زیبای هر کدومی که خودت راحت تری. ببین اینجوریه که ما آهنگا رو همین الان پیک میکنیم براتون. اونایی که درخواست کردن اونا رو ما انتخاب کردیم، پشت سر هم گذاشتیم، بعد همینجوری به نوبت میتونیم همش رو براتون اجرا بکنیم. اینو دوباره گفتم واسه اون عزیز نازنینی که گفته بود شما سی دی میذارین. حتی مرسی که اینو میگی ها، به خاطر اینکه انقدر پس برنامه‌مون خوبه، انقدر عالی اجرا میکنیم که شما فکر میکنیم ما سی دی میذاریم. خیلی ممنونم، من دوست دارم این چیزا رو. منم حاضرم. من به یاد تو سپردم، من به عشق تو قیاس سپردم، دور از تو دلم قصه بادم، با بودن تو این دل من با نداره. تو مثل گلی ناز و خوش بدی، با این غم دل بیام مزمونه بدی، با عشق تو ناز دل تو میبندی، به چی نمیخوام بگیام وقتی با منی. بند داره چشمون سیاه دیار ماشالله داره، عاشق شدم من با یک نگاه، عاشق خوشیم یار اندازه داره. تو مثل گلی ناز و خوش گلی، تا این غم دل بگیار از مونه دلی، با عشق گناز دل رو میبندی، به چی نمیخوام بگیار دوستی با تو مثل گلی ناز و خوش
وقتی با منی. مرسی، مرسی از تورج عزیز. اینم واسه اون دسته از عزیزان که میگفتن که شما نمیتونین همون لحظه یا آهنگی رو انتخاب کنین، همون لحظه هم بخونین. دیدین؟ همون لحظه انتخاب کردیم، خوندیم. خب تورج جان دیگه چی آماده داریم؟ من دو هفته پیش یادتونه که آهنگ برگ خزان رو خوندیم؟ بله. یه مادر پیری مسنی، خیلی سنشون زیاده، به من زنگ زدن گفتن که 90 سالشونه، خدا حفظشون کنه. این از من درخواست کرد، البته ایشون محبت کرد که به من زنگ زد و این درخواستو کرد که اگر میشه این آهنگ برگ خزان رو براش بخونیم. گفت من مهمونم توی امریکا و دارم دوباره بر میگردم میرم ایران، اگر امکانش هست این آهنگ رو برای من بخونین، چون من وقتی برم ایران دیگه این برنامه رو نمیتونم ببینم رو چشمم. همین الان اگر تورج عزیز آماده باشه آهنگ برگ خزان، فقط همون یه دونه آهنگ برگ خزان رو میدونم. بینندگان عزیز خیلی 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 از همتون سپاسگزارم. میدونم که این آهنگ رو من دو هفته پیش خوندم، ولی این مادر عزیز از من درخواست کرده، من نمیتونم روش رو زمین بندازم. میدونم که شما منو درک میکنید. آهنگ برگ خزان. برگ خزان رو کی خونده احمد؟ Oh,
سخایی باشد نبخایی جوز تنزمه نبوده عزیزان. اینم از آهنگ زیبای برگ خزان از یکی از آهنگای زیبای مرزی از یکی از زیباترین آهنگای خانم مرزی برگ خزان. خب اینم خیلی متشکرم. به ما فکر میکنم 30 دقیقه وقت اضافه تر دادن امروز. خب میتونیم چند تا آهنگ شاد دیگه هم بخونیم و در خدمت مردم عزیزمون باشیم بیشتر. خب عزیزم مست و امشب میخوام مست بشم. آره چرا که نه. خب آهنگ زیبای امشب میخوام مست بشم امید سلطانی عزیز رو براتون اجرا خواهیم کرد. الان کیا میخوان مست باشن امشب؟ من که خودم میخوام بشم. احمدم میخواد بشه. میکنم میخواد بشه. تو چرا نمیشی تو رج؟ همینجوری هستی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. Oh, yeah.
کفت شراب امشب خانو پرم بده حتی نگفت خیلیه قربت میشتم بده امشب میخوام برد بزنم خنده کنم گهنی کنم لطفی کنی ساقیم چندین برابرم بده امشب میخوام مست بشم عاشق یک دست بشم بدون تو نیست بودم امشب میخوام مست بشم یه جون ناقابلی هم بذار فدای تو بشه بیوم زیر دادم ها که خاک پای تو بشه عاشق یک دست بشم بدون تو نیست بودم شب میخوام هست بشم یه جون ناقابلی هم بزار فدای تو بشه بیفت زیر قدم ها که خاک پای تو بشه کفر شراب بارد شراب امشب بالو پرم بده از که نگفته خیلیه جرات بیشترم بده امشب میخوام هم بزنم خنده کنم گهنه کنم لطفی کنه این ساقی و چندین برابرم بده امشب میخوام مست بشم عاشق یک دست بشم بدون تو نیست بودم امشب میخوام مست بشم یه دونه نابا بدیم بزار فدای تو بشه بیوم به زیر قدم ها که خاک پای تو بشه دلم. امیدوارم که از این آهنگ زیبای امید سلطانی نازنین هم لذت برده باشین. امید یکی از خواننده های محجوب و خوب و نازنینه که آهنگاش خیلی قشنگه، صداش فوق‌العاده است. میتونم بگم صدای امید یکی از صداهای آسمونیه، فوق‌العاده صداش قشنگه. من هیچ وقت یادم نمیره موقعی که اولین بار صدای امید رو شنیدم، خیلی سنم پایین بود موقعی که اولین بار صداشو شنیدم. واقعا باور کنید منم از صدای امید مست شده بودم. تورج بعضی وقتا یه کارایی میکنه وسط حرف من دینگ و تمام این تمرکز منو از بین میبره دیگه. مرسی. از صدای امید واقعا مست شده بودم. یادم رفت چی میخواستم بگم. تورج جان خیلی ممنونم از این کاری که کردی. میخواستم بگم که خیلی بچه خوشقلب و با حجب و حیایی، خیلی محجوب و سنگینه. چند تا از کارهای فوق‌العاده‌ش هم که من خیلی دوست دارم اکثر وقتا میخونم، ازش هم اجازه گرفتم آهنگاشو میخونم. امیدوارم که هر جا هستی امید جان سلامت و موفق باشی، روز به روز موفق‌تر و سربلندتر. یه آهنگ زیبا هم داره به اسم آهای فریاد فریاد، اون آهنگ من خیلی دوست دارم. یه آهنگ زیبایی دیگه داره به اسم تو محشری که اونم من خیلی دوست دارم. نمیم تو محشری رو میزنی؟ بزنیمش. یکی دیگه از آهنگای امید نازنین رو براتون اجرا میکنیم به اسم تو محشری.
آره تو محشری از همه سر تو یک افسونگری یا بومتری قرقل خونه داری تو قردشت و جبن چه گفه کردی عاشقی چون دیبونه داری بگو چی صدات کنم نرو بزن نگات کنم دلم میخواد دلم میخواد جونم فدات کنم بیان که من حریب دل قدشی میره بات کنم تو من شدی از همه سر تو یه دستان کردی عزیزم مرمان دای عشق تو عمری
خب عزیزان، اما جان حواست به من نبود که گفتم قطع کنیم آره؟ من شوخی میکنم، نه من اگه با شما شوخی نکنم چیکار کنم ها؟ باید یه ذره بخندیم دیگه. احمد خیلی دقت میکنه تو این ضرب زدن، اصلا میره محو این ضرب زدن نمیشه. امروز قرار بود تمپوش هم با خودش بیاره، نیورده. آره نه نمیخواد، اشکالی نداره. امروز قرار بود تمپوش هم با خودش بیاره که واسه همون ضرب و تمپو بزنه، ولی خب جفت ضرباش آورده، تمپو رو گشته تو ماشین. خب همینجوری اتفاق میفته. یه خاطره میخوام براتون تعریف کنم از چند سال پیش. یه جایی برنامه داشتم، یه دوست عزیزی من دارم، اسمشو نمیارم، خیلی دوستش دارم، مثل برادر برام. ما با هم دیگه برنامه داشتیم یه جا بریم مهمونی. آقا ما رفتیم مهمونی و این دوستمونم ماشینش خراب شد و من رفتم دنبالش، ولش داشتم آوردمشو. رسیدیم دم اون خونه که باید میرفتیم مهمونی، خب من لوازمامو پیاده کردم و اینا، بعد بردم تو بچینیم و اینا. یفه این دوستم اومد گفت امیر. گفتم بله. گفت یه چیزی بهت بگم. گفتم دو تا چیز بگو. چرا یه چیز بگی؟ گفتش که ناراحت نمیشی؟ گفتم تا چی باشه آخه؟ گفت نه ناراحت نشو. گفتم خب به من بگو چیه؟ گفت راستیتش من کیبوردم و با خودم نیاوردم. به خدا باورتون نمیشه؟ نه باورتون نمیشه. با من اومده بود اونجا کیبورد بزنه. خب تو مهمونی کیبوردشو با خودش نیاورده بود. من زن نگاش کردم گفتم خب به نظر تو معلوم باید چیکار کنم؟ باید بخندم، خوشحال باشم، ناراحت باشم، چیکار باید بکنم؟ گفت باور کن نمیدونم. گفتم پس تو برای چی اصلا اومدی؟ من اصلا حیرونم که تو واسه چی اومدی این همه را؟ واسه چی دنبال من اومدی؟ یه اشتباه کوچولو بوده دیگه. گفت ناراحت نشی ها. گفتم اصلا ناراحت نمیشم، آف کورس که ناراحت نمیشم. ولی خب آخرش به این انداب شد که خودش رفت و با ماشین من دوباره کیبورد و برداشت آورد و اتفاقا خیلی شب خوبی هم بود. حالا قسمت بود اونطوری بشه، چون که رفتیم تو دیدیم خبری نبود تا ساعت اصلا 8 و 9 شب، مهمونا نیومدن. ما که خودمون اخلاق خودمون رو میدونیم که وقتی که جای برنامه است همیشه سعی میکنیم آخرین لحظه ها برسیم که بعضیامون کلاس حفظ بشه. آره نه شوخی میکنم، ولی خب مهمونا یه سریاشون نیومده بودن، دیر اومدن. خلاصه چیزی پیش نیومد، مشکلی پیش نیومد، فقط این دوباره رفت راه و برگشت اومد. ولی اینکه تا اونجا اومده بود کیبوردشو با خودش نیاورده بود، این اصلا محشر کبرا بود. این بچه هر جا که هستی امیدوارم سلامت باشی، خودت میدونی کی هستی، منم اسمتو نمیارم. I love you داداش خوب منی، امیدوارم که همیشه خدا هر چی که میخوای بهت بده. خب تورج جان آهنگ بعدی منو دیدی سعید پور سعید. اجازه بدید من پیداش کنم آهنگشو. چشم منو دیدی رو تو برگردوندی، درسته؟ منو دیدی رو تو برگردوندی. خب یه آهنگ زیبا از سعید پور سعید نازنین به اسم منو دیدی رو تو برگردوندی. چشمای منو گریه
بسته برامه میخوام تنها بمونم از این پستوی دنیا واسه دلم بخونم واسه دلم بخونم دینی رو تو من دردوندی واسه دل عاشقم سوزوندی منو دیدی رو تو من گردوندی واسه دل عاشقم سوزوندی با چشمی اومد به سوی تو ولی چشمای من رو گریوندی ممنونم تورج جان، مرسی احمد جان. امیدوارم که از این آهنگ هم لذت برده باشین. من هر دفعه که آهنگا تموم میشه میگم امیدوارم که لذت برده باشین. میدونین چرا میگم؟ به خاطر اینکه من بارها اینو اعلام کردم که هیچ کس نمیتونه آهنگ یه خواننده دیگر رو مثل خودش بخونه و هیچ کس نمیتونه به زیبایی همون خواننده بخونه، چون اون آهنگی که یه خواننده میخونه برای اون خواننده درست شده، برای صدای اون خواننده درست شده، برای احساس اون خواننده درست شده. و خب بعضی از اساتید بزرگوار هستن، بعضی از بزرگای موسیقی ما هستن که خب هر آهنگی رو که بخونن قشنگ اجراش میکنن، استادانه اجرا میکنن، ولی بازم احساس اون خواننده اصلی که خونده اینو ندارن، به خاطر اینکه اون خواننده اصلی که این آهنگ رو خونده با اون آهنگ زندگی کرده، با اون آهنگ اونس گرفته، بعداً اونو خونده. بنابراین وقتی میگم امیدوارم که لذت برده باشین، من اینو میگم که من تمام سعی خودم رو میکنم که آهنگ رو درست اجرا کنم، سعی میکنم حس اون خواننده رو بگیرم، سعی میکنم حس آهنگ رو بگیرم، ولی میدونم که خیلی کار سختیه و من امیدوارم که از پسش بر بیام. خب یه آهنگ زیبای دیگه از سعید میخوای لایقو بزنیم یا میخوام یار تو باشم رو بزنیم؟ میخوای آهنگ ارزون نمیدم رو بزنیم؟ خب یه آهنگ زیبای دیگه از سعید نازنین گل به اسم ارزون نمیدم. ماله چندین هفته گذشته بوده که درخواست شده بوده، اینا همش رو هم مونده بود، به خاطر همین از بینشون پیک میکنیم و انتخاب میکنیم و میزنیم. Oh, 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 oh
میدم دل به کسی من آسان نمیشم رام کسی من آرزو نمیدم دل به کسی من آسان نمیشم یار کسی من راه‌ترین عاشق شهرم من به جز خودم بارم رهرم نوازشم کن نوازشم کن اگه دوستم داری تو خواهشم کن اگه دوستم داری تو خواهشم کن نوازشم کن نوازشم کن نوازشم کن نوازشم کن نمیدم دل به کسی آسان نمیشم رام کسی آرزو نمیدم دل به کسی آسان نمیشم یار کسی من راه ترین عاشق شهرم من به جز خودم باقم برم نوازشم با نوازشم با اگه دستم داری نخواهشم کن اگه دستم داری نخواهشم کن نوازشم با نوازشم کن نوازشم کن عمری به تو من با گریه انتماس کردم انتماس کردم بس انتماس کردم رامم نشدی آرزوی انتماس کردم انتماس کردم بس انتماس کردم حالا نوبت توست بستی دنیا میره بستی قربت توست زندگی کمینه نوازشم کن نوازشم کن اگه دوستم داری نوازشم کن اگه دوستم داری نوازشم کن 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 بازم حواست نبود اشکالی نداره خب عزیزان به همین راحتی و به همین زودی به انتهای برنامه رسیدیم خیلی متشکرم که به ما امروز فکر میکنم حدوداً نیم ساعت وقت اضافه تر دادن خیلی متشکرم ممنونم خب طبق معمول هر هفته تشکر میکنم از کارگردان فنی و محترم برنامه علی نازنین علی جان thank you so much مرسی تشکر میکنم از دوستان عزیز خوبم احمد گلم نوازنده تنبک تورج نازنین نوازنده کیبورد و همکار محترم خوبم که پشت صحنه هستن و تشکر ویژه و بعدی من از شما عزیزانه از شما نور چشمام شما فارسی زبانان و هموطنای خوب من تو سر تا سر دنیا که برنامه ما رو نگاه میکنین از همه تون متشکر و ممنونم همه تون رو دوست دارم خیلی ممنون که وقت میذارین و برنامه های ما رو نگاه میکنین و یه تشکر ویژه دیگه دارم از دوست بسیار 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 عزیز و نازنینم ابراهیم اجدری نازنین و برادر مهربونشون آقا خسرو گل که همیشه ما رو همراهی کردن و همیشه به من لطف داشتن عزیزان تا دیدار دیگه و تا یک سلام دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا یار و نگهدارتون برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.